رشته اقتصاد در دانشگاه کابل شامل 6 بخش هستک که شامل سیستم های معلوماتی یا MIS Management Information System، بخش مدیریت هستک Management، بخش احصایه آمار هستک، دیگه بخش حسابداری و امور مالی و بانکی را داریم. دانشجو اول برای رشته اقتصاد درخواست میتن یا انتخابشان در کانکور اقتصاد است. وقتی در دانشگاه را میابند، باز اونا امتحان اختصاصی دایر میکنن، بعد به اساس نمره که میگیرن و به اساس انتخابی که دانشجو دارن، دانشجو را به همین 6 رشته مختلف تقسیم بندی میکنن. در قدم اول 3 رشته دارد دانشگاه کابل که Management Information System یا همو سیستم های معلوماتی است که تازه تأسیس شده، اقتصاد ملی است و BBA یا مدیریت است. دانشجویی که به اقتصاد ملی میرن بیشتر پیش زمینه مضمونهایی را که اونا پیش از پیش خوانده باشند اقتصاد کلان است، اقتصاد خرد است، آمار است و ریاضی است. یعنی ریاضی یک دانشجویی که در دانشگاه اقتصاد، دانشکده اقتصاد را پیدا میکنن، به خصوص اقتصاد ملی، تا حد دیفرانسیال و انتگرال را باید اونا ریاضی خوانده باشند. پیش زمینش ریاضی است. بعد از او وقتی که داخل دانشکده میشه، چون سیستم آموزشی افغانستان قسمی نیست که در دوره مکتب یا مدرسه دانشجو اختصاصی درس بخوانند، پس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان اونا طبعا قبلا نخواندند. تمرکز اونا، تمرکز اقتصاد ملی بیشتر با اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و بخش از آمار و بیشتر بر ریاضی است. دانشجویی که از رشته اقتصاد ملی فارغ میشن، چون اونا بیشتر تمرکزشان در اقتصاد کلان است، اقتصاد کشورها را مطالعه میکنه، سایه کاریشان بیشتر با دولت، سازمانهای بین المللی و بخشهای تحقیقی است. یعنی اگر دانشجوی علاقمند به تحقیق است، میخواین در فضای در بخش اجتماعی اقتصادی تحقیق بکنن، بهترین گزینه برایشان رشته اقتصاد ملی است. چون در رشته اقتصاد ملی اونا ترکیبی از آمار، مضامین اختصاصی اقتصاد، مثلا اقتصاد خرد، اقتصاد کلان را میخوانن و بعد وقتی که اینا از این دانشکده فارغ میشن، اما مهارت های لازم را در بخش تحقیق دارن. ضمن اونا میتونن با دولت کار کنن، مثلا اگر علاقمند با این باشن که با سیاست پولی کار کنن، میتونن با بانک مرکزی کار کنن. اگر علاقمند با بخش های مالی باشه، با سیاست های مالی باشه، میتونن با وزارت مالیه، و اگر علاقمند با بخش های تجارتی باشن، میتونن با وزارت تجارت و ارگان های زیدخل از کار کنن و میتونن با سازمان های بین المللی، مثلا صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، ملل متحد، ارگانهای ملل متحد که در بخش توسعه اقتصادی کشورها کار میکنن، اونا بیشتر میتونن در اینمی سازمان ها با استفاده از دانشی که در اقتصاد ملی کسب کردن فعالیت کنن.